پنجشنبه 13 شهریور صدای فریاد 10 کودک از زیرزمین بهزیستی شاهین شهر باعث تماس شهروندان با آتش نشانی شد. این کودکان کار بودند که در یک طرح ضربتی از طرف شهرداری و پلیس جمع‌آوری شده بودند. اونها سپس به بهزیستی تحویل داده شدند و این اداره هم کودکان را در زیرزمین نگه داشته. مدیر بهزیستی شاهین شهر در واکنش گفت که این کودکان متکدی و اغلب اتباع خارجی هستند. اون گفت اونها آدامس و فال و جوراب میفروختن، نه اینکه در کارگاه ها یا مراکز تولید و خدماتی کار کنند. اظهارات عجیب این مدیر واکنش ها رو تندتر کرد تا اینکه سازمان بهزیستی اون و معاونش رو برکنار کرد. معاون سازمان بهزیستی کشور ابعاد بیشتری از این ماجرا رو هم فاش کرده. بر این اساس فرد مراقب کودکان با اینکه در همون ساختمون حضور داشته اما برای ساعتی پیش اونها نبوده. این مسئله باعث شده بود کودکان فکر کنن تنها موندن که این مسئله مصداق کودک‌آزاری و تخلفه. همچنین میشد این کودکان رو به دلیل کمبود امکانات به اصفهان انتقال بدن، اما این کار انجام نشده. بهزیستی میگه با طرح‌های ضربتی مخالفه، اما این طرح‌ها در کشور همچنان ادامه داره. همزمان شیوع کرونا و نگهداری کودکان در مراکز غیر استاندارد نگرانی‌های بهداشتی رو هم تشدید کرده. سال 96 یک نماینده مجلس گفته بود تعداد کودکان کار در کشور بین 3 تا 7 میلیون نفره. دو سال بعد وزارت کار آمار کودکان کار یا در جستجوی کار رو 500 هزار نفر اعلام کرد. به نظر میرسه نبود اسناد هویتی و پنهانکاری دستیابی به آمار دقیق این کودکان رو دشوار کرده. آمار رسمی عمدتاً شامل کودکان شاغل در صنعت و کشاورزی میشه و کودکان کار خیابانی رو در بر نمیگیره. بسیاری معتقدن جمع‌آوری کودکان کار منطقی نیست و باید با حل مشکلات خانواده‌ها رو از این کار باز داشت.